کودک را بیدار مکن نویسنده الیشا برگر نگارگر هیونتی کیملن برگردان به فارسی کتابخانه درخت دانش برگرداننده سنجر سحیل از روزی که مادر با کودک جدید به خانه آمده است زو و زی خوشحال نیستند آنها اجازه ندارند که در وقت خواب کودک جدید سر و صدا کنند مشکل این است که کودک جدید همیشه در خواب است. آنها اجازه ندارند تا در داخل خانه بدوند. آنها اجازه ندارند در وقت غذا خوردن گپ بزنند. آنها به هیچ وجه اجازه ندارند تا فریاد بزنند یعنی غالمغال کنند. اجازه ندارند بخندند. مجبورند تنها لبخند بزنن یک روز آنها یک قصه خنددار را می و بسیار مشکل بود که در حال خواندن کتاب نخندند زو و این ناگهان به سوی هم دیگر می بینند باید متوجه باشیم کودک خواب است کودک با گریه از خواب بیدار می شود مادر عصبانی است مادرش فریاد میزند، زند بروید در بیرون بازی کنید زو بسیار ناراحت است او دوست ندارد کسی بر سرش فریاد بزند زی او را آرام می کند او به زو می گوید بازی کردن در بیرون به مراتب بهتر است آنها در بیرون می توانند هر قدر که بخواهند با صدای بلند گپ بزنند مدت پس از بازی فوتبال زو و زی احساس خوشحالی می کنند زی توب را شوت می کند گول توب در اطراف باخچه این طرف و آن طرف می رود بنگ او نه کودک باز بیدار است. حالا چی اتفاقی خواهد افتید کودک به تلخی گریه میکند. صدای گریه کودکان قدر بلند است که به سران بوتل شیر میشکند. بشقاب درز برمیدارد و شیشه کلکی نیز درز برمیدارد. صدای گریه کودکان قدر بلند است که حتی سقف خانه نیز بالا می رود. کودک خردسال با صدای بلند گریه می کند و قصد ندارد گریهش را متوقف کند. زو و زی به داخل خانه ها می روند. مادر کجاست؟ زو کودک خردسار را بغل می کند و برایش ترانه می خاند. کودک هما به گریستن ادامه می دهد. چی چیزی می تواند گریه کودک را متوقف کند؟ هم. زی و زو نیست شروع به گریستن می کند و این زمان است که مادرشان می آید. مادر کودک را بغل می کند او را آرام می کند و برایش آللو میخواند. کودک دیگر گریه نمی کند حالا زوزی فهمیدند برای کودکان خردسال سخت است که آرام باشند تنها را این است که در اطراف آنها باید خاموش بود سطح خانش این کتاب دو است و برای کودکان در نظر گرفته شده است که توانایی شناسایی واجه آشنا را دارند و واجه های جدید را می توانند با کمک دیگران بخوانند. برای دستیابی به منابع باز آموزشی و کتاب های قصه برای کودکان به ساید کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید. روز روزگارتان بخیر.